بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دانش آموزای خوب سال دهم در کلیه رشته ها، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و انشاءالله کسالتی نداشته باشید. ما درس پنج جغرافی رو هفته پیش نصفش رو، یعنی تا سر موضوع انواع آب و هوا ایران درس داده بودیم و امروز خود انواع آب و هوا رو میگیم و نیمه دوم این درس رو تمام میکنیم که درس پنج تمام بشه. انواع آب و هوا در ایران، دما و بارش مهمترین داده های هواشناسی هستند که بر اساس این دوتا عنصر آب و هوایی میان انواع آب و هوایی یک کشور یک منطقه رو چکار میکنن؟ بررسی میکنن. خب ایران بر اساس دما و بارش به چهار تا ناحیه مختلف آب و هوایی تقسیم میشه. یکی آب و هوایی گرم و خشک که بیشتر بین دو تا رشته‌های البرز و زاگرس و نواحی مرکزی ایران رو شامل میشه. ویژگی‌های آب و هوای گرم و خشک شما بدونید که بارندگی کم، خشکی هوا، اختلاف دمای شدید شب و روز، یعنی شبا خیلی سرد، روزا خیلی گرم. علتشو به شما گفته بودم، آفتاب عمود میتابه، مانعی به نام ابرم نیست چون رطوبت وجود نداره اونجا. فقر پوشش گیاهی، چون بارون نمیاد پوشش گیاهی نداریم ما. تبخیر و تعرق زیاد، یعنی چون هوا گرمه یه زدن که بعضی از گیاهانی که اونجا پیدا میشن، درخت‌های خاردار پیدا میشن، به خاطر تعریق و تبخیر خیلی سریع آبشون هدر میدن و از دست میدن. پس اولین آب و هوایی که به شما گفتیم آب و هوای گرم و خشک، ویژگی‌هاشو به شما گفتیم. دومین آب و هوا آب و هوای کوهستانیه. ویژگی‌های آب و هوای کوهستانی، افزایش بارندگی و کاهش دما، چون در ارتفاعات در لایه وردسپر یا تروپوسفر هرچه از سطح زمین میری بالاتر هوا سردتر میشه، به ازای 1000 متر 6 درجه. خب میانگین دمای پایین، به طور کلی دمای هوا اونجا پایینه و بارندگی اغلب به صورت برف. در ارتفاعات شما دارید میبینید، همین الانشم شما بالای این کوها برف میبینید، اما اینجا هنوز سرد نشده، بالا برفه. پس بیشتر بارندگی های یا بارش های نواحی کوهستانی بیشتر به صورت برفه. خب سومین آب و هوا آب و هوای گرم و شرجیه. بارندگی اندک اما رطوبت بالا. میانگین دمای سالانه بالاست. میانگین دما بالاست، یعنی گرمه. چرا؟ چون شرجیه. آب و هوای شرجی چی آب و هوایی میگن؟ آب و هوایی که بسیار گرم و مرطوبه. گرم هست، رطوبت هم هست. پس به هوای گرم و مرطوب چی میگن؟ شرجی. خب ما داریم راجع به آب و هوای شرجی توضیح میدیم. چرا بارندگی کمه اما رطوبت بالا؟ یادتون رو گفته بودم برای بارندگی به دو عامل نیاز داریم، رطوبت و صعود هوا. اینجا رطوبت رو داره اما صعود هوا شکل نمیگیره. چرا؟ چون در سطح زمین یک توده پرفشار در واقع تشکیل میشه. این توده پرفشار نمیذاره هوا سبک بشه و صعود بکنه و چون نمیذاره هوا صعود بکنه، بنابراین بارندگی صورت نمیگیره. رطوبت در همین سطوح پایین دیده میشه. پس ویژگی آب و هوای شرجی، بارندگی کم، رطوبت بالا، میانگین سالانه دما بالا. چهارمین منطقه آب و هوایی ایران معتدل خزریه.
بارندگی بالا. در طول سال هوا معتدله. گفته اعتدال هوا در طول سال یعنی هوا معتدله. چرا؟ چون اسمش آب و هوای معتدل خزریه. پوشش گیاهی غنی، بسیار بسیار پوشش گیاهی زیادی داره در واقع. خب پس ما تا اینجا 4-9 آب و هوای ایران رو گفتیم با ویژگی هاش: آب و هوای گرم خشک، آب و هوای کوهستانی، آب و هوای شرجی، آب و هوای معتدل خزری. آب و هوای شرجی در نایه خزری هم در فصول تابستون هم زیاد دیده میشه. رطوبت بالا، هوا گرماش هم بالا، رطوبت خیلی بالا، فقط هم عرق میکنه. دیدید؟ مطمئنا رفتید و دیدید اینا رو. در جنوب ایران بعضی نقاط هم آب و هوای شرجی دیده میشه، رطوبت بسیار بالا، گرمای شدید، رطوبت داره اما بارون نمیاد، هوا میشه شرجی. خب ویژگی های 4-9 آب و هوا رو به شما گفتیم. و اما علت به وجود آمدن بیابان ها در ایران. چرا در ایران بیابان زیاد دیده میشه؟ اول ویژگی های مناطق خشک بگیم. ما ویژگی مناطق خشک یا مناطق بیابانی گفتیم چی؟ بارندگی کم، اختلاف دمای شب و روز زیاد، عرض بدوش پوشش گیاهی فقیر و بارندگی کم، اونم نامنظم. این ویژگی های چی بود؟ نواحی خشک و بیابانی ایران بود. و اما عواملی که باعث به وجود آمدن بیابان میشه، کدوم عوامل باعث به وجود آمدن بیابان میشه؟ یکی پرفشار جنب حاره‌ای. پرفشار جنب حاره‌ای یعنی مناطقی که حاره یعنی حرارت، حرارت دار، گرم. پرفشار یعنی چی؟ یعنی هوا سنگینه، نمیذاره صعود بکنه، صعود نمیکنه و بارندگی ایجاد نمیشه. جایی که بارندگی ایجاد نشه و توده پرفشار اونجا باشه، بیابان ایجاد میشه. عامل بعدی که باعث به وجود اومدن بیابان میشه، جهت رشته‌کوههای البرز و زاگرس. یعنی چی؟ ببینید، وقتی رشته‌کوههای البرز و زاگرس به این شکل قرار دارن، ببینید این دریای خزر باشه، این دریای خزر باشه، رشته‌کوههای البرز به این شکل قرار داره، زاگرس هم به این شکل قرار داره. البرز نمیذاره رطوبت دریای خزر به پشت این کوها یعنی استان البرز و تهران برسه. جهت رشته‌کوههای زاگرس هم طوری قرار داره که طوریه که بادهای باران‌آور غربی که رطوبت رو از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه با خودش میاره، این قسمت کوه همه رو فرو می‌ریزه به صورت باران، نه این قسمت کوه در دامنه‌های غربی می‌ریزه بارانشو، نه در دامنه‌های شرقی. پس اینجا این کوه نمی‌ذاره، اینجا این رشته کوه نمی‌ذاره، خب اینجا چی میشه؟ بیابون. پس یکی از عواملی که باعث به وجود اومدن بیابان در ایران شده، جهت رشته‌کوههای البرز و زاگرس هم هست. سومین عاملی که باعث به وجود اومدن بیابان در ایران میشه، دور بودن از دریا و منابع رطوبت. یعنی این مناطق از دریا دورن، رطوبت نمیتونه به اینجاها برسه. اگه به اینجا برسه، اون ابرها دیگه رطوبت بسیار بسیار کمی دارن. یه مثال میزنم، شما اگه این از این ابرهایی که جلو پاکونای مدارس قدیم بود ازش استفاده میکردن، ابر اسفنجی به اصطلاح،
این ابرها رو که به عنوان تخته پاکن استفاده میکردن شما در نظر بگیرید. این گوشه کلاس شما یه سطحی پر از آب باشه، شما این پاکون رو آب رو زدی داخل این آب، آب رو جذب میکنه. وقتی از سطح رو آوردی بیرون، بیشترین آبش رو کجا میریزه؟ دوربال سطح. شما اون سطح رو در نظر بگیرید دریا، این ابر هم در نظر بگیرید تشکیل ابر. بیشترین بارون کجا میریزه؟ آب رو کجا میریزه؟ دوربال سطح. حالا میخوای همین ابر رو برسونیم به ته کلاس، مطمئنن از این سطح دم سطح تا اون ته کلاس بیشترینش اینجا میریزه، کمترینش اونجا. دوری از منبع رطوبت به این شکل شما در نظر بگیرید. پس این سه عاملی که گفتیم باعث ایجاد بیابان‌ها در ایران میشه. و اما یکی از اون بیابان‌هایی که در ایران دیده میشه دشت کویر هست، جزو نواحی مرکزی ایرانه، یکی از بزرگترین کویرهای جهانه. کویر بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده گفته می شود که تبخیر شدید عامل اصلی شکل‌گیری آن است. پس یکی از عوامل مهم ایجاد کویر تبخیر شدیده، یعنی آفتاب که عمود میتابه لایه‌های مختلف زمین داغ میشه، شاید خودشون رو به آب‌های زیرزمینی، سفره‌های زیرزمینی برسونن. اونا هم در واقع از آب‌های زیرزمینی در واقع لایه لایه خاک رو خیس میکنن، میان به سطح، آب بخار میشه، املاحشون میمونه، نمکشون میمونه. اینی که در بیابونا شما انگار یه سطح بسیار بزرگی رو از در واقع پوشیده از سفیدی میبینی، نمک میبینی، نمکزارهای پف کرده بهش میگن. نشونه چیه؟ اینا نشونه کبیره دیگه، نمکزارهای پف کرده ای که تبخیر اونجا شدیده، آفتاب که عمود میتابه و در واقع اینا بخش از بیابونن. اما بیابون جایی بود که در سال 50 میلیمتر، کمتر از 50 میلیمتر بارون میاد، اما اینجا دیگه اوضاعشون خیلی ناجوره. حداقل بیابون دور بالای 50 میلیمتر در سال بارون میاد، اینجا دیگه خیلی بیابانی تر از بیابانن. این کویر میانگین بارش سالانه آن بیابان رو داره میگه، میگه بخش بزرگی از دشت کویر بیابان واقعی است. بخشی از دشت کویر بیابان واقعی است. بیابان واقعی چی بود؟ سالانه کمتر از 50 میلیمتر بارون میاد. پس کویر جاییه که همون مقدارم نمیاد. تبخیر شدید عامل اصلی شکلگیری کویرها هستن. اما بعدی بیابان لوته. لوت در قسمت جنوب شرقی ایران و در جنوب شرقی خود کویر در دشت کویر قرار داره. لوت یکی از خوشترین بیابان‌های ایران است که در این حال یکی از گرمترین مناطق کره زمین نیز به شمار می آید، نزدیک سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران. چرا در کویر لوت سالانه کمتر از 30 میلیمتر بارون میاد؟ سالانه کمتر از 30 میلیمتر. چرا؟ به دلیل اینکه بیابان لوت در منطقه پرفشار جنبه هاره‌ای قرار گرفته. پس دشت لوت در منطقه پرفشار جنبه هاره‌ای قرار گرفته، یعنی اگر رطوبت هم داشته باشه هوا صعود
نمی کنه در منطقه پرفشار یا فشار زیاد جنبه هاله ای یا پرفشار جنبه هاله ای. به خاطر همین هوا صعود نمی کنه. چون صعود نمی کنه بارون نمیاد. اینه که در طول سال کمتر از 30 میلیمتر بارون میاد. کجا؟ بیابان لوت. آب و هوا چه تأثیری میتواند بر زندگی ما داشته باشد؟ اولا آب و هوا مهمترین عامل تعیین کننده فعالیت های روزانه و همچنین کلن در طول زندگی انسان ها یه عامل تعیین کننده ایه که آب و هوا در زندگی انسان بسیار مؤثره. چرا؟ آب و هوا بر نوع کشاورزی، بر نوع گردشگری، معماری، سیستم حمل و نقل، تراکم جمعیت و سلامتی انسان بسیار بسیار مؤثره. علاوه بر اون بر نوع لباس پوشیدن یا انتخاب نوع مسکن ما نیز مؤثره. بر سلامتی انسان چطوری؟ ببینید آدم در فصل گرما بی‌حوصله تره، کلافه است. حتی برآورد کردن که کشتار فلسطینی ها به دست اسرائیلی ها رو میگن اون زمان که خیلی شدید به چشم میخورد، گفت در فصل گرما این اتفاق بیشتر میفته. یعنی آدم میگه تو گرما که خشنتر میشه و خیلی خشن میشه در واقع. اما اونایی که در مناطق کوهستانی زندگی میکنن، آب و هوای لطیفی دارن، تو روحیه اونا هم تأثیر میذاره. خب روحیه هم جزء سلامتیه دیگه، روح روان آدم. پس مؤثره. اینا نباید دست کم بگیره آدم. چرا وقتی آدم از تهران میخواد بره به مسافرت حالا شمال یا مناطق کوهستانی، چه حس خوبی به آدم دست میده؟ و از زمانی که همونجا هستید، دور از دود و دم و دور از عرض بوده شما که آلودگی هوا و آلودگی صوتی و شلوغی و اصلا وقتی میری اون مناطق اصلا همه چیه مشکلات شهرنشینی و مشکلات تهران رو فراموش میکنی و اونجا همش از در و دیوار و از روی این درخت و اون درخت صدای چهچه بلبلا نمیشنوی، اما تو تهران چی؟ صدای دزدگیر این ماشین و صدای دزدگیر اون ماشین و کلافه میشه وقت و نیمه وقت. هر دوست ما که وقت و بی وقت و شب و روز و نمیدونم هر زمان که دنزه میگیریم. پس آب و هوا، نوع آب و هوا و اینکه کجا رو تعیین بکنی و انتخاب بکنی برای تفریح خودتون بسیار مؤثره. وقتی میخواد برگردی چه حالی آدم داره؟ غمش میگیره میخواد برگرده دوباره همون جای همیشگی کسل آور. پس آب و هوا در روح روان آدم بسیار بسیار مؤثره. خب در مورد معماری یا ساختمان اینا، مردمی که توی جنگل زندگی میکنن بیشتر خونه هاشون استفاده از چوبه دیگه، اما در مناطق کوهستانی به دلیل فراوانی سنگینا بیشتر از سنگه. حمل و نقل در مناطق جلگه‌ای پست بیشتر ریل آهن میشه احداث کرد، اما در مناطق کوهستانی سخته. یکی از معضلات ایجاد خط آهن اینه که خط آهن به زمین هموار نیاز داره. پس اینکه کدوم مردم در کجا زندگی میکنن، آیا حمل و نقل در شهرشون گسترده هست یا نه، بستگی به منطقشون داره. گردشگری مثلا، گردشگری با اینکه کویر ظاهر قضیه چیزی نداره برای دیدن، اما مردم دیدن کویر رو بیشتر ترجیح میدن تا دیدن شهر تهران رو یا شهرهای بزرگ رو.
حاضر تو بیابون در واقع بر بیابون بیاب و علف و گردش بکنن، اما جای شلوغ نه. جای شلوغ همیشه داره، آب، برق، گاز، تلفن، من چیش همیشه داره، اما اونجا نه. امکانات چیه؟ آب نه، آب داره نه، چیزی نداره اونجا. ولی دوستان کلی نوردی بکنن، من چند ساله که باب شده در واقع اونجا، چون آلودگی اصلا نیست، انگار ستاره ها به سطح زمین نزدیکن. به اصطلاح میگه انگار دست بلند بکن، دست راست بکن که ستاره رو بچین مثلا. همین که آلودگی نیست، دود دم و اینا نیست، جایی بسیار زیبایی باید باشه. خب. پس اقلیم در معماری و در ساخت ساز نوع مسکن مردم مؤثره. اقلیم همون آب و هوا. در بین پوشیدن این نوع پوشش مثلا الان آب و هوای مثلا نای خزری، هوای اونجا معمولا چون خب در طول سال معتدله و از اون سرما اونجا در واقع به خاطر وجود دریا و بادهای سرد و اینا زودتر لباس های گرمشون رو میپوشن تا نسبت به مردم تهران. پس پوشش گیاهی هم چی مزه میخوان، نوع پوشش بدن یا پوشش همون لباس اینا هم به آب و هوا برمیگرده. اما آب و هوا و سامانه حمل و نقلی که عرض کردم خدمت شما، مهمترین سوانه یا سانحه ای که در جاده ها امکان داره در ایران اتفاق بیفته، برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، یخبندان، پدید آمدن مه که آدم دو متریش هم نمیتونه ببینه، اینا همه تو جاده های انواع اقسام آب و هوای ایران امکان داره اینا اتفاق بیفته. سقوط بهمن حالا میتونه برف باشه یا توده از شن و ماسه و سنگیزه و اینا باشه، هر دو بهمنن. وقتی اینا روان میشن، یعنی سست میشن و قابل حرکت میشن، یه توده عظیم از اینا حرکت میکنه به سمت پایین به اساس جاذبه زمین. بهمن که همون برف اگه در نظر بگیریم، انباشته شدن برف در چندین سال و ضخامت این برف و از اون جاذبه زمین، از اون سنگینی برف، امکان داره که سست بشن به سمت طبقات پایین تر، یعنی نواحی پستر حرکت بکنن، میشه بهمن. اما یادمون باشه که بهمن در نواحی که شیب بسیار تندی دارن صورت نمیگیره. چرا؟ چون در شیبای بسیار تند اصلا برف نمیشینه جمع بشه که بخواد بعدم بهمن ایجاد بشه. شیب تنده، برف جمع نمیشه. شیبهای بسیار کند هم برف میشینه اما حرکت نمیکنه. پس چه دامنه هایی در واقع زمینه سقوط بهمن رو دارن؟ دامنه هایی که حدوداً زاویه 45 درجه دارن، نه خیلی تند. مثلا شما در نظر بگیرید این شیبیه به اصطلاح دامنه کوه باشه یا شیب کوه باشه، خیلی تنده، خب جمع نمیشه برف اینجا بخواد بعدن سقوط بکنه. قشنگ به این شکل مگه باشه؟ خیلی در افقی باشه مثلا، یا مثلا خیلی شیبش کم باشه؟ خب جمع میشه برف اینجا اما زاویه لازم رو برای حرکت نداره. جاذبه زمین دیگه این شیب رو حرکتش نیست که برف حرکت بده. و اما زاویه 45 درجه، اگه شما این حالت عمود رو در نظر بگیرید، اینجا یه زاویه 45 درجه در نظر بگیرید، وسطشون نیمساز در نظر بگیرید، میشه 45 درجه. این حالت 45 درجه، اینجا هم برف جمع میشه هم استعداد حرکت رو داره به اساس جاذبه زمین و سنگینی خود برف یا حرکت شنوماسه ها. پس به شیب دامنه هم بستگی داره، یه زاویه اون شیب هم بستگی داره.
سلامت. ما این شاخی از جغرافیه داریم اونم جغرافیه پزشکی، که جغرافیه پزشکی در مورد سلامت انسان صحبت میکنه. مناطقی که آلوده هستن، خستگی و فرتوتی و هر روش ما که زود از پا در میان و به طور کلی سیر شدن از همه چی، چون آدم شاداب نیست در محیط های آلوده. اینا دیگه برمیگرده به جغرافی های پزشکی. مثلا در کلان شهرها چه لذتی داره در اونجا اگه کار نباشه؟ بودن در کلان شهرها لذتش به چیه؟ در مناطقی که کوهستانیه شاید بعضی مواقع، بعضی از مواقع سال زندگی کردن به خاطر سرمای شدید یا برف و بوران و اینا سخت باشه، اما آب و هوای سالمی داره. وقتی آدم تن میده به این سختی شرایط، خب از ما یه پوانی هم داره که سالم میمونه. مشکلات محیط زیستی ناشی از تغییرات وضعیت آب و هوا. ببینید بچه ها، آلودگی هوا، بیابان زدایی یعنی از بین بردن بیابان. بیابان زایی یعنی افزایش بیابان. پس یه معضله. آلودگی هوا، بیابان زایی، خشکسالی، افزایش دما، اینا مشکلات محیط زیستی مربوط به چیه؟ مربوط به آب و هوا است. پس مشکلات محیط زیستی مربوط به آب و هوا را نام ببرید. مشکلات محیط زیستی ناشی از آب و هوا چی هستن؟ آلودگی هوا، بیابانزایی، خشکسالی، افزایش دما. حالا وارونگی دما چیه؟ وارونگی دما چیه؟ ببینید بچه ها، در حالت عادی یعنی در لایه وردسفر یا تروپوسفر، وردسفر یا تروپوسفر لایه‌ای که تغییرات آب و هوایی اونجا صورت میگیره، تغییرات آب و هوایی اونجا صورت میگیره و ابرها اونجا تشکیل میشن. تو همین لایه وردسفر یا تروپوسفر در حالت عادی ما توضیح داده بودیم که ارتفاعات چه نقشی در آب و هوا دارن. گفته بودیم به ازای هر 1000 متر 6 درجه هوا سرد میشه. کجا؟ در لایه وردسفر یا تروپوسفر که یکی از لایه های نزدیکترین لایه های به سطح زمینه، نزدیکترین لایه های جو که به سطح زمین نزدیکه. در اینجا که بهش میگن تروپوسفر یا وردسفر، در اینجا به ازای هر 1000 متر 6 درجه هوا سرد میشه. این در حالت عادیه. اما در حالت غیر عادی چه اتفاق میافته؟ در حالت غیر عادی در فصل‌های سرد سال، به جای اینکه اون بالا بالا سرما باشه، سرما اومده چسبیده به سطح زمین، حرکت هم نمی‌کنه، اما هوای گرم روش قرار می‌گیره. برعکس، برعکس حالت عادی هوای گرم روش قرار می‌گیره. وقتی سرما اینجا قرار میگیره، چون سرده پرفشاره، چون پرفشاره سنگینه، چون سنگینه از سطح زمین هرچه آلودگی ایجاد میشه در اثر روشن شدن بخاری ها. عرض بودور شما که دود ماشینالات، دود کارخانجات، اینا برن میخوان برن بالا، این جو سنگین هوای سرد پرفشار نمیذاره که این آلودگی بره تو فضای بالاتر. زیر همین توده پرفشار میمونه. بهش میگن چی؟ وارونگی دما. اینه که در فصل زمستان بیشترین وارونگی دما در فصل سرما دیگه. اصلا در فصل سرما، با شروع سرما ما وارونگی دما داریم، نه در حالت ماهای دیگه یا در ماهای گرم. در ماهی سرد. چرا؟ هوا سرده، توده پرفشار.
در سطح زمین قرار گرفته، حرکت نمی کنه، سنگینی می کنه، تمام آلودگی از سطح زمین میخواد بره بالا، در همون یه ذره زیر اون جو سنگین قرار میگیره و بیشترین آلودگی هم مال فصل زمستانه. حالا کتاب شما چی گفته؟ در حالت عادی در لایه جو یا تروپوسفر یا موورسپر با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای هوا کاهش می‌یابد. از این رو در شرایط عادی هوای مجاور سطح زمین گرمتر و سبکتر از لایه‌های بالایی است و به راحتی می‌تواند به سمت بالا صعود کند و جابجا شود. اما در ماه‌های سرد سال وضعیت برعکس است. در این شرایط هوای سرد و سنگین در مجاورت زمین ساکن میمونه، در مجاورت زمین که عرض کردم سنگینه، تو انگار شبیه توده پرفشار میمونه، سنگینی میکنه، نه خودش میره بالا نه میذاره که اون آلودگی هوا صعود بکنه بره بالا. در مجاورت زمین ساکن است و لایه های گرم در بالای آن قرار میگیرد. در چنین شرایطی حرکت صعودی و جابجایی هوا صورت نمیگیرد و موجب افزایش آلودگی در شهرهای بزرگ و مخصوصا نواحی صنعتی می شود. این هم تعریف آلودگی یا مثل وارونگی دما. و اما میرسیم به بحران ریزگردها. ریزگردها در ایران، ترکیه، کویت و عربستان، این چهار تا کشور یادتون باشه، ایران، دو تا همسایه غربی و شمال غربی، یعنی غربی میشه عراق، شمال غربی میشه ترکیه، پس از میان همسایگان ایران دو تاش، یکیش غرب یکی شمال غرب، یعنی عراق و ترکیه، یکیش هم همسایه جنوبی هست، کویت و عربستان. در این چهار تا کشور بحران ریزگردها ما داریم که در روی همدیگه تأثیر میذارن. چه عواملی ریزگردها رو ایجاد میکنه؟ یک، کاهش بارندگی یا ریزش های جوی، خشک شدن باتلاق ها و مدیریت ضعیف منابع آب در اون مناطق. پس سه تا عامل: نیومدن باران، خشک شدن باتلاق ها و مدیریت ضعیف منابع آبی در اون مناطق باعث چی میشه؟ باعث ایجاد ریزگردها میشه. میگه بارندگی نیاد، بارون نیاد چه اتفاق میفته؟ بارون نیاد، گیاه سبز نمیشه، گیاه که سبز نشد زمین لخته، فقط از خاکه. کوچکترین بادی بیاد این خاک رو میبره بالا تو فضا، پخش میکنه میشه ریزگرد. این از این. بعدی خشک شدن باتلاق ها. باتلاق ها جایی هن که آب و گل و اینا هستن، درسته؟ آب و گل با هم سنگینه، چون رطوبت داره خیسه، باد این ذرات خیس رو حریف نیست که اونا رو در فضا پراکنده بکنه. حالا باتلاق رو خشکش کن، چی میمونه؟ آب که هدر میره خاک میمونه، باد بده همون خاکه که قبلا باتلاق بود الان خشک شده، خاک اونو جابجا میکنه، میشه چی؟ ریزگرد. مدیریت ضعیف منابع آب. وقتی از آبهای زیرزمینی به حد استفاده بکنن که به طور کلی اون منطقه دیگه آبهای زیرزمینی نباشه یا آبهای روی زمین دیگه نباشه، یا دریاچه‌ای داشتن قدرش رو ندونستن خوش شد، وقت خوش شد ذرات ریز میمونه، ذرات ریز که موند باد میاد و اینا حرکت میده. پس این عوامل در واقع عوامل ایجاد کننده ریزگرد ها هستن. و اما چیکار بکنیم که جلوی ریزگرد ها رو بگیریم یا این مشکل ریزگرد ها رو حلش بکنیم؟ مشکل ریزگردها چطوری حل میشه؟ باتلاق‌ها رو دوباره احیا بکنیم، زنده شون بکنیم، آب بگیریم توش که
مثلا مصنوعی چه اشکال داره؟ بذار بمونن. یا خشکشون نکنیم حداقل. خاک اینا نریزیم که اونجا خشک بشه. بعدی تأمین حقابه رودخانه‌های منطقه‌ای. حقابه رودخانه‌ای یعنی چی بچه‌ها؟ گوش کنید. فرق کنید یک دریاچه است. رودهایی که وارد این دریاچه میشن، اون میزان آبی که با خودشون میارن بهش میگن حقابه. حقابه مقدار آبی که قراره به این دریاچه وارد بشه. اما چطوری میزان حقابه کم میشه؟ ببینید، یک کشاورزی اینجا یه زمینی داره، یک کانال میکنه، بخشی از این آب رو میبره سر زمین خودش، مقداری از این آب کم میشه. یکی هم اینجا زمین داره، میبره سر زمین خودش، دوباره آب کمتر میشه. هی شما درنظر بگیرید، بیا تا اینجا یک دو سه چهار تا قطعه زمین کشاورزی توسط آب همین رودخونه تأمین میشه. قبلا که این زمین های کشاورزی نبودن، تمام آب میرسید به این دریاچه، میشد حقابه کامل، تماما به این میرسید. اما الان با این زمین های کشاورزی میزان حقابه چی میشه؟ کم میشه. یعنی حق این رودخونه دریاچه رو خوردن دیگه. اون چیزی که باید آب وارد دریاچه بشه دیگه نمیشه. خب پس باید حقابه اونم چیکار بکنن؟ رعایت بکنن. اجرای طرح‌های مهار بیابان برای اینکه جلوی ریزگردها رو بگیرن، گیاهانی رو اونجا بکارن و پرورش بدن که خاص اون منطقه است. یعنی اون تو اون منطقه میتونه رشد بکنه، توانایی رشد تو منطقه گرم و گرم خشک داره. پس از اون گیاه بکارن که چی بشه؟ ریشه هاشون باعث میشه که خاک حفظ بشه. وقتی باد میاد دیگه نمیتونه در حد بسیار زیادی گرد و خاک رو ببره بالا. چرا؟ این ریشه یا این گیاهان خاردار یا گیاهان مخصوص مناطق بیابانی ریشه شون خاک حفظ میکنه. هرچی تعداد بیشتر ریزگرد کمتر. چرا؟ چون هرچی تعداد بیشتر باشه میزان خاکی که توسط ریشه ها حفظ میشه بیشتر. بعد مدیریت صحیح آب و تغییر در شیوه کشت. تغییر در شیوه کشت چطوری؟ مثلا گوش کنید، مثلا فرض کنید که اینجا این کشاورز محصولی کاشته که آب بسیار زیادی نیاز داره، بیاد محصولی بکاره که آب کمی نیاز داره. خب زمانی که کشت رو تغییر دادن، باید سراغ کشتی برن که مقدار آب کمتری نیازه، نه بیشتر. به طور کلی ایران در منطقه‌ای قرار داره که بارون کم میاد، کمش هم بی موقع میاد. مثلا در بهار تابستون که ما کشاورزیمون شروع میشه، از بهار تا پایان تابستون کشاورزی شروع میشه، بارندگی کم میشه. برعکس نزدیک پاییز که کشاورزی تمام میشه، بارندگی شروع میشه. پس ایران علاوه بر اینکه بارندگی کمه، اون کمش هم بی موقع است. حالا ایران باید رو بیاره به جای زراعت به باغداری، چون زراعت آب بیشتری نیاز داره، اما باغداری آب کمتری میخواد. بنابراین خاص منطقه به نام ایران اینه که کشاورزی رو بهش اقدام بکنن که
به مقدار آب کمتری نیازه. میتونم میشه در واقع به جای زراعت اگه قراره ما کشتمون رو عوض بکنیم، بهتره که یعنی کشاورزیمون رو عوض بکنیم، شیوه کشاورزی رو بهتره که از زراعت رو به باغداری بیاریم، یا نوع کشت رو میشه عوض کرد. مثلا برنج خیلی به آب نیاز داره، هر جایی نمیشه استفاده کرد. بقول چینی ها میگن، یه مثالی دارم، میگن که برنج محصولی است که ریشه آن باید در آب و ساقش در آتش باشد. یعنی آب همیشه باشه، هوای گرم همیشه باشه. یعنی دو تا ماده، دو تا عنصر طبیعی متضاد هم، آب آتش. منظور آتش چیه؟ هوای گرم میخواد برنج. آب هم که برنج تنهاگیاییه که دائما باید آب هر روز در واقع آب به ریشاش برسه. کم پیش میاد که شاید مثلا آب بهش ندن و آسیب نبینه. نهایتاً از طول 3-4 ماه شاید 2 هفته مثلا نهایتاً بهش آب ندی، ولی دائما بخشی از این گیاه باید تو آب باشه، ریشه و بخشی از ساقش باید تو آب باشه. اینا از بحران ریزگردان، وارانگی دما، راه‌های مقابله با ریزگردان که گفتیم. درس شما در واقع درس 5 تمام شد. درس 5 بخشش رو قبلا گفتم، یه بخشش رو امروز گفتم. خب بخش اول سوالا رو به شما گفته بودم، میرسیم به سوالای بخش دوم. اولین سوال بخش دوم که انواع آب و هوا رو، انواع آب و هوا ایران گفته، اولین سوال این بخش. 4 بخش آب و هوای ایران رو نام ببرید. 4 بخش آب و هوای ایران رو نام ببرید. میشه گرم و خشک، کوهستانی، شرجی، معتدل خزری. حالا ویژگی هر کدوم باید بلد باشید، یادتون باشه. سوال اول، ویژگی های آب و هوای گرم و خشک را بنویسید. ویژگی های آب و هوای کوهستانی را بنویسید. ویژگی های آب و هوای گرم شرجی را بنویسید و ویژگی های آب و هوای معتدل خزری رو. یعنی ویژگی هر کدوم از آب و هوا رو باید بنویسید. سوال بعدی، ویژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی را بنویسید. ویژگی های اصلی مناطق خشک و بیابانی را بنویسید. سوال بعدی، عواملی که در ایجاد بیابان‌های ایران نقش دارند نام ببرید. عواملی که در ایجاد بیابان‌های ایران نقش دارند نام ببرید. سوال بعدی، چرا در کویر لوت سالانه کمتر از 30 میلیمتر باران میاد؟ چرا در کویر لوت سالانه کمتر از 30 میلیمتر بارون میاد؟ سوال بعدی، سوال بعدی، مهمترین سوانح یا سانحه های یا سوانح جاده‌ای در ایران را بنویسید. مهمترین سوانح جاده‌ای در ایران را بنویسید. سوال بعدی، درباره جغرافیای پزشکی چی میدانید؟ بنویسید درباره جغرافیای پزشکی یه توضیح مختصری بدید.
سوال بعدی، مشکلات محیط زیستی ناشی از تغییرات آب و هوایی را نام ببرید. مشکلات محیط زیستی مربوط به آب و هوا را بنویسید. مشکلات محیط زیستی مربوط به آب و هوا را بنویسید. سوال بعدی، منظور از وارونگی دما چیست؟ منظور از وارونگی دما چیست؟ سوال بعدی، عوامل ایجاد کننده ریزگردها را بنویسید. عوامل پیدایش ریزگردها را بنویسید. آخرین سوال، راه‌های مقابله با ریزگردها را بنویسید. راه‌های مقابله با ریزگردها را بنویسید. خب اینم از سوال‌های مهم درس 5. جلسه بعد ما تا اونجا که تست کار کردیم اونو ادامه میدیم. ما تست درس 5 رو قبلا کار کرده بودیم. اگه یادتون باشه گفته بودم که این تنها درسی بود که به خاطر هم حجم وسیعش و همچنین اهمیت این درس، سوالایی خیلی مهمی داره، این بود که دو بخشش کردم. به همین دلیل من اول تست ها کار کردم که شما با نکات ریز آشنا بشید و بعد این درس رو تدریس کردم. خب امیدوارم که مورد توجه شما واقع بشه و شده باشه. سوالا که به شما گفتم، موفق و مؤید باشید و سلام.